کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از بخش پژوهشی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و با همکاری کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. قانون مربوط به الحاق دولت ایران به مقابله نامه بین المللی شماره 29 راجع به لغو کار اجباری مصوب 28 اسفند ماه 1335، ماده واحده الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقابله نامه بین المللی شماره 29 راجع به لغو کار اجباری مشتمل بر 33 ماده تصویب می شود. قانون فوق که متشمل بر ماده واحده و متن مقابل نامه ضمیمه است، در جلسه سه‌شنبه 28 اسفند ماه 1335 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی رضا حکمت قانون بالا در جلسه 29/1/1335 به تصویب مجلس سنا رسید. متن مقابله نامه شماره 29 در خصوص لغو کار اجباری. کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار بنا به دعوت هیئت مدیره دفتر بین المللی کار 14مین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ 10 ژوئن 1930 در شهر ژنو منعقد ساخت و پس از اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات واصله در خصوص کار مذکور در بند 1 دستور جلسه تصویب کرد که پیشنهادات مزبور به صورت یک مقابله بین المللی تدوین شود و در تاریخ 28 ژوئن 1930 مقابله نامه حاضر را تحت عنوان مقابله نامه مربوط به کار اجباری تصویب نمود. ماده 1. هر یک از کشورهای عضو که به این مقابله نامه ملحق می‌گردد متعهد می شود در اسرع وقت کار اجباری را تحت هر عنوان در قلمرو سرزمین خود ملغا نماید. 2. به منظور انجام تحصیلات در انجام این امر ممکن است طی مدت‌های استثنایی و برای مقاصد عام المنفعه و آن هم به طور موقت و با رعایت شرایط و تضمیناتی که بعداً ذکر می شود به کار اجباری متوسل گردد. 3. پس از انقضای مدت 5 سال از تاریخ شروع اجرای این مقابله نامه و در موقع ارسال گزارش مذکور در ماده 31 امکان الغای فوری کار اجباری را به هر نحو و ترتیب که باشد توصیه کرده، تصمیم مقتضی در خصوص قید یا عدم این موضوع را دستور جلسه کنفرانس تصمیم اتخاذ خواهد کرد. ماده 2. در مورد اجرای مفاد مقابله نامه حاضر، اصطلاح کار قهری یا اجباری به کار یا خدماتی اطلاق می شود که با تهدید به مجازات و بیان که شخص ذی‌نفع به میل و رضای خاطر برای انجام آن داوطلب باشد به وی تحمیل گردد. محاذا از لحاظ این مقابله نامه اصطلاح مزبور در موارد امور زیر قابل اطلاق نخواهد بود. الف، هر کار یا خدمتی که طبق قوانین نظام وظیفه عمومی به شخصی محول گردد و صرفاً جنبه نظامی داشته باشد. ب، هر کار و خدمتی که جزء تعهدات مدنی و عادی اهالی کشور خود مختار و مستقلی محسوب گردد. پ، هر کار و خدمتی که در نتیجه محکومیت در دادگاه‌های صالح به محکومین تحمیل شود به شرط اینکه زیر نظر و تحت مراقبت مقامات عمومی کشور انجام گیرد و به اشخاص ثالث و شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی یا بنگاه‌های خصوصی واگذار نشده باشد. ت، هر کار و خدمتی که به حکم اجبار فورس ماژور تحمیل گردد، مثلا هنگام جنگ یا مواقع بروز و احتمال بروز آفات و پیشامدهای ناگوار از قبیل آتش سوزی و سیل و قحطی و غلا و زلزله
و شیوع امراض مصری بین مردم یا حیوانات و هجوم حیوانات و حشرات موذی و انگل‌های نباتی مضر و به طور کلی هرگاه شرایط عادی زندگانی عمومی یا زندگی قسمتی از سکنه یک کشور منقلب شده و در معرض مخاطره قرار گرفته باشد. 3. کارهای جزئی و عمومی روستایی که به نفع مستقیم یک جمعیت و از طرف خود اعضا و افراد آن جمعیت بایستی انجام پذیرد و بتوان این قبیل عملیات را جزء وظایف عادی آن جمعیت دانست، مشروط به این که خود افراد آن جمعیت و یا لااقل نمایندگان مستقیم ایشان حق داشته باشند درباره لزوم خدمات مزبور تصمیم لازم اتخاذ نمایند. ماده 3. از لحاظ این مقابله نامه اصطلاح مقامات صلاحیت دار به مقامات دولتی مرکزی یا به مقامات عالی مرکزی کشور ذی‌نفع اطلاق می‌گردد. ماده 4. 1. مقامات صلاحیت دار نباید اجازه بدهند کار اجباری به نفع افراد یا شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی تحمیل شود یا خود چنین کاری را به نفع خود تحمیل نمایند. 2. هرگاه موقع تصویب این مقابله نامه از طرف یک کشور نوعی کار اجباری و تحمیل کار به نفع افراد یا شرکت‌ها و یا شخصیت‌های حقوقی موجود باشد، دولت مزبور موظف است که از تاریخ اجرای این مقابله نامه آن را به کلی ملغا سازد. ماده 5. هیچ یک از امتیازاتی که به افراد و شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی واگذار می‌شود، نباید اثرات آن این باشد که یک نوع کسر اجباری به منظور تولید یا جمع‌آوری موادی که توسط افراد و شرکت‌ها یا شخصیت‌های حقوقی مزبور مورد استفاده یا معامله قرار می‌گیرد، برقرار شود. چنانچه بعضی از امتیازات موجود شامل مقرراتی باشد که منتج به استقرار کار اجباری گردد، مقررات مزبور باید در اسرع وقت مورد تجدید نظر قرار گرفته و با مفاد ماده 1 این پیمان منطبق گردد. ماده 6. مأمورین محلی حتی در صورتی که وظیفه‌شان ایجاب نماید که اهالی قلمرو و مأموریت خود را به کار و فعالیت تشویق کنند، نباید اهالی را به طور انفرادی یا دست جمعی تحت فشار قرار داده و آنها را برای به کار کردن برای افراد و شرکت‌ها و مؤسسات وادار سازند. ماده 7 بند 1. رؤسایی که دارای مأموریت اداری نیستند نباید به کار اجباری توسل جویند. ماده 2. رؤسایی که مأموریت اداری به عهده دارند می توانند با اجازه صریح مقامات صلاحیت دار و با رعایت شرایط مذکور در ماده 10 این مقابله نامه به کار اجباری یا قهری متوسل گردند. بند 3. رؤسایی که جنبه رسمیت دارند ولی حق و زحمه مناسب به عناوین دیگر دریافت نمی کنند می توانند مطابق مقررات به خصوص از خدمات اشخاص استفاده نمایند، مشروط به اینکه احتیاجات لازم به منظور جلوگیری از سوء استفاده و زیاده روی به عمل آماده باشد. ماده 8. مسئولیت اتخاذ تصمیم در مورد توسل به کار قهری یا اجباری به عهده مقامات عالی کشوری سرزمین مربوطه محول خواهد بود. 2. لیکن مقامات مزبور می توانند در مواردی که انجام کار اجباری کارگران را از محل سکونت خود دور نمی سازد، به مقامات عالی محلی اجازه دهند که به آن توسل جویند. به علاوه مقامات عالی هر کشور می توانند در موارد مذکور در ماده 23 و در تحت شرایطی که در همین ماده قید شده، حق استفاده از کار اجباری را به مقامات عالی محلی واگذار نمایند، حتی در صورتی که موجب دور شدن کارگران از محل سکونتشان باشد.
ولی به این شرط که کار مرجوعه به منظور تحصیل مسافرت مأمورین محلی یا حمل اساسیه آن صورت بگیرد. ماده 9. به استثناء موارد مذکور در ماده 10 این مقابله نامه، مقاماتی که صلاحیت صدور دستور کار اجباری را دارند، با حصول اطمینان از مراتب زیر به صدور این دستور مبادرت خواهند ورزید. الف، از کاری که انجام می‌گردد نفع مستقیم و مهمی عاید افرادی که کار توسط ایشان انجام گرفته بشود. ب، انجام آن کار فوریت داشته یا لزوم آن در آینده نزدیک محسوب گردد. جیم، با وجود پیشنهاد شرایط کار و دستمزدی که لااقل متساوی با شرایط متداول در آن ناحیه برای انجام کارهای مشابه باشد، استخدام آزادانه افراد لازم جهت انجام کار مورد نظر مقدور نبوده باشد. و دال، کار یا خدمت مرجوعه با توجه به تعداد و قدرت و استعداد کارگران محلی تحمیل فوق‌العاده بر اهالی آن ناحیه نباشد. ماده 10. 1. کار اجباری که به عنوان تادیه مالیات انجام می شود یا از طرف رؤسایی که سمت اداری دارند به افراد تحمیل می گردد باید ترجیحاً ملغا گردند. 2. مادام که این قبیل کارها و خدمات اجباری ملغا نشده اند، در مواردی که به عنوان تادیه مالیات یا به منظور اجرای امور عام المنفعه کار یا خدمات اجباری به افراد تحمیل می شود، مقامات مربوطه مراتب زیر را ملحوظ داشته از حصول آن اطمینان حاصل نمایند. الف، از کار مرجوعه باید نفع مستقیم و عمده عاید افرادی که آن کار را انجام می دهند بشود. ب، انجام کار فوریت داشته یا لزوم انجام آن در آینده نزدیک محسوس گردد. جیم، انجام کار با توجه به تعداد و استعداد و قدرت کارگران محلی تحمیل فوق‌العاده بر اهالی آن ناحیه نباشد. دال، انجام کار یا خدمت مزبور کارگران مربوطه را ناگزیر به دور شدن از محل سکونت عادی خود ننماید. ه، کار یا خدمت مرجوعه مطابق شرایط محلی و به نحوی که با زندگی اجتماعی و فعالیت کشاورزی اهالی آن ناحیه مناسبت داشته باشد صورت بگیرد. ماده 11 بند 1. فقط افراد ذکور و بالغ، یعنی مردانی که سن آنها به ظن قوی از 18 سال کمتر و 45 سال بیشتر نباشد، به انجام کار قهری و اجباری مفید خواهند بود و جز در مورد انواع خدمات مذکوره در ماده 10 در سایر موارد مقتضی است که شرایط و محدودیت‌های زیر مراعات گردد. الف، در کلیه موارد ممکنه یک نفر طبیب که از طرف مراجع اداری تعیین می‌شود صحت مزاج کارگر را تصدیق و ضمناً گواهی نماید که شخص مزبور استعداد انجام خدمت مرجوعه را دارا می‌باشد. ب، فرهنگیان اعم از معلمین و دانش آموزان و همچنین کارمندان اداری از انجام این نوع خدمت معاف خواهند بود. جیم، در میان سکنه محل بایستی مردان بالغ و سالم جهت ادامه زندگی خانوادگی و فعالیت زراعتی به تعداد کافی باقی بمانند. دال، مناسبت زناشویی و روابط خانوادگی محترم شمرده شود. بند 2. به منظور تأمین اجرای مفاد بند جیم مذکور در فوق، ضمن مقرراتی که وضع آن در ماده 23 این مقابله نامه پیش بینی شده است، تعداد نسبی مردان بالغ و سالم هر اجتماع که ممکن است به انجام خدمتی گمارده شوند تعیین خواهد گردید و این تعداد نسبی در هر صورت بیشتر از 25% جمعیت مربوطه نخواهد بود. در تعیین افراد مزبور، مقامات صلاحیت دار به موضوع تراکم جمعیت و درجه رشد اجتماعی و جسمانی اهالی
و فصل و نیز به مقدار و چگونگی کارهایی که افراد مزبور باید جهت شخص خود انجام دهند توجه داشته و به طور کلی حوائج اقتصادی و اجتماعی زندگی روزمره مردم یک ناحیه را محترم خواهند شمرد. ماده 12 1. حد اکثر مدتی که می توان یک فرد را به کار قهری یا اجباری وادار ساخت نباید از 60 روز در هر سال 12 ماه تجاوز نماید و مدت زمانی که صرف رفتن به محل کار و مراجعت می گردد جزء ایام مزبور محسوب خواهد شد. 2. به هر یک از افرادی که به انجام کار اجباری مقید می گردد گواهی نامه‌ای داده خواهد شد که در آن ادواری که فرد مزبور اجباراً کار کرده قید خواهد گردید. ماده 13 بند 1 ساعت معمولی کار برای اشخاصی که کار اجباری می کنند باید همان ساعتی باشد که جهت کارگران آزاد تعیین شده است و بابت ساعت اضافه کار مطابق نرخ ساعت کار اضافی کارگران آزاد مزد پرداخت خواهد شد. بند 2 کلیه افرادی که به کار اجباری اشتغال دارند باید لااقل یک روز در هفته تعطیل داشته باشند و روز مزبور باید حتی المقدور همان روزی باشد که بر حسب عرف و عادت و به طور متداول در هر کشور یا ناحیه روز تعطیل هفتگی شناخته شده است. ماده 14 1 در برابر کار اجباری یا قهری به هر نحو و عنوان که باشد باید دستمزد نقدی پرداخت شود جز در مواردی که در ماده 10 این مقابل نامه پیش بینی شده است. میزان این دستمزد در هر حال از نرخ مرسوم در ناحیه‌ای که کارگران در آنجا استخدام شده اند و نرخ متداول در ناحیه سکونت ایشان کمتر نخواهد بود. 2. در مواردی که دستور انجام کار اجباری از طرف مأمورین اداری در حین انجام وظیفه صادر می شود باید پرداخت دستمزد با رعایت نکات و شرایط مذکور در فوق هرچه زودتر تأمین گردد. 3. دستمزد افراد مستقیماً به خود ایشان پرداخت خواهد شد نه به رئیس قبیله یا مقامات دیگر. 4. مدت مسافرت به محل کار و مراجعت از آن جزء ایام کار محسوب و دستمزد مربوطه به میزان معمول پرداخت خواهد شد. 5. مقررات این ماده مانع از آن نیست که قسمتی از دستمزد کارگران به صورت جنسی و یا توزیع خاربار میان ایشان تعدیه گردد، البته مشروط به این که بهای اجناس مزبور از ارزش واقعی آنها تجاوز ننماید و ضمناً چنانچه انجام کار مربوطه پوشاک و خوراک و محل سکونت مخصوص را ایجاب نماید نباید هیچ گونه وجهی بابت قیمت آنها یا قیمت ابزار کار و یا به عنوان بدهی مالیاتی از دستمزد کارگران کسر شود. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.